شب پیش ما را توی تاریکی گذاشتن. مدتی به روشنایی گردی که چراغ به سقف انداخته بود نگاه کردم. خیره شده بودم. بعد همین که ناگهان به خودم آمدم، روشنایی مدور محو شد و حس کردم که زیر بار سنگینی خورد شدم. این احساس از فکر مرگ یا از ترس نبود، مبهم بود. گونه هایم می سوخت، کاسه سرم درد می گرفت. خودم را تکان دادم و دو رفیقم را نگاه کردم. توم سرش را میان دو دست گرفته بود، گردن چاق و سفیدش را می دیدم. جان کوچک حالش بدتر شده بود، دهنش باز بود و پره های دماغش می لرزید. دکتر نزدیک او رفت و با حالت دلداری دهنده دستش را روی شانه او گذاشت، ولی چشمهایش سرد بود. بعد دیدم که دست بلژیکی به چالاکی روی بازوی جوان تا مچ او لغزید. جوان با بیمیلی مقاومتی نشان نداد. بلژیکی گیج مانند مچ او را بین سه انگشتش گرفت. در همین وقت کمی به عقب رفت و پشتش را به من گردانید، اما من به عقب خم شدم و دیدم که ساعتش را بیرون آورد و لحظه ای همانطور که دست او را نگاه داشته بود به ساعت نگاه کرد. سپس دست بی‌حس او را ول کرد و رفت به دیوار تکیه داد. بعد گویا یاد چیز مهمی افتاد که باید فوراً یادداشت بکند. کتابچه ای از جیبش در آورد و چند خط نوشت. من در حالی که از جا در رفته بودم فکر کردم کسافت مآب اگر بیاید نبض مرا بگیرد، مشتم را توی پوزه منحوسش خواهم زد. او نیامد، اما حس کردم که به من نگاه می کند. من هم سرم را بلند کردم و به او نگاه کردم. او با صدای بیشخصیتی به من گفت: شما حس نمی کنید که اینجا آدم لرزش می گیرد؟ به نظر می آمد که سردش است، رنگش کبود شده بود. در جوابش گفتم: من که سردم نیست. او دائما با نگاه سختی به من می نگریست. ناگهان ملتفت شدم، دستم را به صورتم مالیدم، دیدم غرق عرق شدم. در این سردابه، چله زمستان، در میان جریان هوا عرق می ریختم. دستم را در موی سرم که از عرق به هم چسبیده بود فرو بردم. همچنین ملتفت شدم که پیرهنم تر و به تنم چسبیده است. حداقل یک ساعت بود که عرق می ریختم و هیچ حس نمی کردم، اما از نظر این خوک بلژیکی مخفی نبود. روی گونه هایم چکه های عرق را دیده بود و فکر می کرد که این بروز حالت وحشت تقریبا یک جور حالت مرضی است و خودش را سالم حس می کرد و به خود می بالید که سردش است. خواستم بلند بشم و بروم دک و پوزش را خرد بکنم، ولی تا حرکتی کردم خجالت و خشم من فروکش کرد و با بیمیلی روی نیمکت افتادم. خودم را راضی کردم که با دستمال گردنم را مشت و مال بدهم، چون حس می کردم که عرق از موی سرم روی گردنم می ریخت و اذیتم می کرد. اما به زودی از مشت و مال دادن گردنم منصرف شدم، چون بی نتیجه بود. دستمالم خیس عرق شده بود و همینطور عرق می ریختم. رانهایم عرق کرده بود و شلوار ترم به نیمکت چسبیده بود. یک مرتبه جان کوچک گفت: شما دکتر هستین؟ بلژیکی جواب داد: بله. آدم زجر هم می کشد، خیلی زجر می کشد. بلژیکی با لحن پدرانه‌ای گفت: اوکی،
نه، زود تمام می شود. مثل اینکه به بیماری که به او پول داده دلداری می دهد. اما من شنیدم اغلب دو مرتبه شلیک می کند. بلژیکی سرش را تکان داد و گفت: گاهی، چون ممکن است شلیک اول به اعضای رئیسه حیاتی اصابت نکند. پس باید تفنگشان را دوباره پر کنند و دوباره نشانه بروند. پس از تأمل با صدای دورگی گفت: این که خیلی طول می کشد. ترس وحشتناکی از زهش کشیدن داشت و به مقتضای سن همه ی حواسش متوجه همین بود. من چندان به این فکر نبودم و از ترس زهش کشیدن نبود که عرق کرده بودم. بلند شدم و به طرف تل خاکه زغال رفتم. چرتش پاره شد و نگاه زهرآلودی به من انداخت. چون کفش هایم صدا می کرد عصبانی می شد. از خودم می پرسیدم آیا صورت من هم مثل صورت او خاکستریست یا نه؟ دیدم که او هم عرق می ریزد. آسمان با شکوه بود. هیچ روشنایی در این کنج تاریک نفوذ نمی کرد و کافی بود که سرم را بلند بکنم تا دب اکبر را ببینم، ولی با سابق خیلی فرق داشت. شب پیش از زندانم در سرای آرشوک می توانستم یک تکه بزرگ آسمان را ببینم و دیدن آن در هر ساعت روز برایم یک جور خیال تولید می کرد. صبح وقتی که آسمان به رنگ آبی سخت و سبکی بود به یاد پلاژهای ساحل اقیانوس اطلس افتادم. ظهر خورشید را می دیدم و یاد پیاله فروشی شهر سویل افتادم که در آنجا مشروب مانرانیلا می نوشیدم و ماهی آنشوا با زیتون می خوردم. بعد از ظهر در سایه واقع شده بودم و به فکر سایه عمیقی افتادم که روی نیمه میدانهای مسابقه می افتاد، در حالی که نصف دیگرش جلوی خورشید می درخشید. در حقیقت احساس دردناکی است که آدم ببیند تمام زمین به آسمان منعکس می شود. اما حالا می توانستم تا دلم می خواست به هوا نگاه کنم. آسمان هیچ چیزی به خاطرم نمی آورد. من این حالت را بیشتر دوست داشتم. رفتم پیش توم نشستم. مدتی طول کشید. توم با صدای خفه‌ای شروع به صحبت کرد. اگر او دائما وراجی نمی کرد نمی توانست فکر خودش را جمع کند. گمان می کنم با من حرف می زد اما به من نگاه نمی کرد. بیشک می ترسید که رنگ خاکستری و عرق مرا ببیند. ما برای همدیگر شبیه آینه و بلکه بدتر از آن هم شده بودیم. او مرد بلژیکی زنده را تماشا می کرد و می گفت: تو چیزی سرت می شود، من که عقلم به جایی نمی رسد. من هم در حالی که به بلژیکی نگاه می کردم شروع به صحبت کردم: چه چیز را؟ چه شده؟ برای ما اتفاقی می افتد که من نمی توانم بفهمم. بوی عجیبی دور توم را احاطه کرده بود. به نظرم آمد که بیش از معمول به بو حساس شده بودم. من زهر خند زدم. به زودی خواهی فهمید. با سماجت گفت: واضح نیست. من میخواهم به خودم قوت قلب بدهم. اما اقلن باید بدانم. گوش کن. ما را در حیات خواهند برد. خب؟ اشخاصی جلوی ما صف می کشند. خیال می کنی چند نفر باشند؟
من نمیدانم، از 5 تا 8 نفر بیشتر نیستند. خب آنها 8 نفرند. به آنها میگویند آتش. و من 8 لوله تفنگ را میبینم که رو به من گرفته شده. گمان میکنم میخواهم در دیوار فرو بروم. با تمام قوا به دیوار فشار خواهیم آورد و دیوار مقاومت خواهد کرد، درست مثل کابوس. همه اینها را میتوانم تصور کنم. کاش تو میدانستی چطور میتوانم اینها را مجسم کنم. ولش کن، من هم تصورش را میکنم. از روی بدجنسی گفت: آدم را سکوش میکنند. میدانی که به چشمها و دهن نشانه میروند تا آدم را از ریخت بیندازند. من از حالا زخمها را حس میکنم. 1 ساعت است که سر و گردنم تیر میکشد. درد حقیقی نیست، بدتر از آن است. دردهایی است که فردا صبح حس خواهیم کرد. اما بعد من خوب میفهمیدم چه میخواهد بگویم، اما به روی خودم نمیآوردم. ولی راجع به دردها، من نیز در بدنم 1 مشت داغ زخم داشتم. کاری از دستم ساخته نبود. من هم مثل او بودم، اما اهمیتی نمی دادم. با خشونت جواب دادم: بعد خاک خورد می شوی. او با خودش شروع به صحبت کرد، در حالی که چشمش را به بلژیکی دوخته بود. به نظر نمی آمد که بلژیکی به حرفای ما گوش بدهد. من نمی دانستم برای چه آمده. او به افکار ما وقعی نمی گذاشت. آمده بود که جسم ما را تماشا کند. تنهایی که زنده و در حال جان کندن بودند. تو می گفت: مثل کابوس هست. آدم می خواهد به چیزی فکر بکند. آدم دائما حس می کند که دستاویزی پیدا شد، مفهومی به دست آمد. بعد می لغزد، فرار می کند و دوباره می افتد. به خودم می گویم بعد دیگر خبری نیست، اما نمی فهمم که چه معنی می دهد. گاهی تقریبا می خواهم درک کنم و بعد دوباره می افتد. باز به فکر دردها و گلوله ها و انفجار می افتد. من به تو قول می دهم که پیرو فلسفه مادی هستم. دیوانه نشدم، اما مثل این که جور نمی آید. جسد خودم را می بینم. البته چندان دشوار نیست، ولی من هستم که با چشمهایم آن را می بینم. باید فکرم را جمع بکنم. فکر کنم که هیچ چیز را نخواهم دید و نخواهم شنید و زندگی برای دیگران ادامه پیدا خواهد کرد. آدم طوری ساخته نشده که اینطور فکر بکند. اینطور نیست پابلو؟ باور کن. سابق برایم اتفاق افتاده که تمام شب را در انتظار چیزی بیدار باشم. اما پابلو، این چیز دیگری است. این از عقب یخی آدم را میگیرد و نمیشود قبلا پیشبینیان را کرد. در مشکت را بگذار. میخواهی کشیشی برایت صدا کنم که اعتراف کنی؟ جواب نداد. قبلا متوجه شده بودم که با لحن پیغمبری مرا پابلو خطاب میکرد و صدایش بی‌طرفانه بود. من این حرکات را چندان دوست نداشتم، اما به نظر میآمد که همه ایرلندی ها این طور هستند. به طور مبهمی بوی شاش میداد. در واقع حس همدردی زیادی برای توم نداشتم و هیچ علتی نداشت که چون با هم می‌مردیم با هم انس داشته باشیم. کسانی بودند که اگر با آنها بودم، البته وضعیت فرق می‌کرد. مثل رامونگری، ولی خودم را بین توم و جوان یکه و تنها حس می‌کردم.
از این پیش آمد هم خوشنود بودم. شاید اگر با رامون بودم دلم می سوخت، اما در این لحظه به طرز غریبی سنگدل بودم و می خواستم سنگدل بمانم. کلماتی را جویده جویده از روی حواس پرتی می گفت. قطعاً برای اینکه فکر نکند حرف می زد و مانند کسانی که ناخوشی کهنه سلسله بول را دارند بوی تند شاش می داد. طبیعی است که با او هم عقیده بودم. آنچه او می گفت من هم می توانستم بگویم. مرگ طبیعی نبود و از هنگامی که محکوم به مرگ شده بودم هیچ چیز به نظرم طبیعی نمی آمد. نه توده زغال، نه نیمکت و نه پک و پوز شوم پدرو. چیزی که توی ذوقم می زد این بود که به همان چیزها که توم فکر می کرد من هم فکر می کردم و خوب می دانستم که تمام مدت شب را با اختلاف 5 دقیقه در حالی که به یک چیز واحد فکر می کنیم و با هم عرق می ریزیم و می لرزیم ادامه خواهیم داد. من دزدکی به او نگاه می کردم و برای اولین بار به نظرم غریب آمد. مرگ او در قیافهش خوانده می شد. به حیثیتم برخورد. 24 ساعت بود که در جوار توم به سر برده بودم. به حرفای او گوش کرده بودم، با او حرف زده بودم و می دانستم که هیچ وجه مشترکی بین ما نبود و حالا مثل دو برادر دوقلو شبیه یکدیگر بودیم، فقط به علت اینکه با هم می ترکیدیم. توم بی آنکه به من نگاه کند دستم را گرفت. پابلو، من از خودم میپرسم آیا راست است که آدم نیست و نابود میشود؟ من دستم را بیرون کشیدم و گفتم کسافت ناب، میان پایت را نگاه کن. به قدر یک حوضچه آب بین پاهایش بود و قطره ها از شلوارش میچکید. به حال وحشت زده گفت این چیست؟ تو شلوارت شاشیدی؟ از جا در رفت و گفت راست نیست، من نمی شاشم، من چیزی حس نمی کنم. بلژیکی نزدیک شد و با لحن دلداری دهنده ی ساختگی پرسید آیا حال شما خوش نیست؟ توم جواب نداد. بلژیکی آب را نگاه کرد و چیزی نگفت. توم با لحن رمیده ای گفت من نمیدانم این چیز، اما نمیترسم. به شما قول میدهم که نمیترسم. بلژیکی جواب نداد. توم پاشد رفت یک گوشه ای شاشید. برگشت در حالی که دکمه شلوارش را میانداخت دوباره نشست و ساکت شد. بلژیکی یادداشت برمیداشت. ما به اون نگاه می کردیم. جوان کوچک هم به اون نگاه می کرد. هر سه به اون نگاه می کردیم چون که زنده بود. حرکات یک نفر زنده را داشت. قیود یک نفر زنده را داشت. او در این سردابه می لرزید.
همانطور که زنده ها باید بلرزند، او یک جسم مطیع و فربه داشت. ماها جسم خودمان را حس نمی کردیم، یا لااقل به طرز او حس نمی کردیم. من می خواستم شلوارم میان پایم را دستمالی کنم، ولی جرأت نمی کردم. به بلژیکی نگاه می کردم که روی پاهای خمیدهش ایستاده و بر عضلات خودش مسلط بود و می توانست به فکر فردا باشد. ماها آنجا مثل سه سایه بیخون به او نگاه می کردیم و مانند غول زندگیش را می مکیدیم. بالاخره نزدیک جوان کوچک رفت. شاید به قصد تحقیق فنی و یا برای دلسوزی خواست که گردنش را لمس کند. اگر از راه ترحم بود، اولین بار بود که در تمام شب چنین تظاهری می‌کرد. سر و گردن جوان را نوازش کرد. جوان در حالی که به اون نگاه می‌کرد، مقاومتی از خود نشان نداد. بعد ناگهان دستش را گرفت و به طرز غریبی نگاه کرد. دست بلژیکی را بین دو دستش گرفته بود و این دو انبر خاکستری که این دست توپولی سرخ را فشار می‌داد، منظره دلپسندی نداشت. من درباره پیش‌آمدی که می‌خواست رخ بدهد مشکوک بودم و توم هم مشکوک بود، ولی بلژیکی این حرکت را ناشی از التهاب درونی او تلقی می‌کرد و به طرز پدرانه‌ای لبخند می‌زد. لحظه بعد جان کوچک پنچول توپولی و قرمز را به طرف دهانش برد و خواست گاز بگیرد. بلژیکی دستش را به تندی کشید و افتان و خیزان رفت به دیوار یله داد. یک ثانیه به حالت وحشت زده به ما نگاه کرد. ناگهان پی برد که ما آدم هایی مثل او نیستیم. من شروع به خنده کردم. یکی از پاسبانان چرتش پاره شد. دیگری که خوابیده بود چشمهایش باز و سفیدی آن پیدا شد. من هم خسته و هم در هیجان بودم و نمیخواستم دیگر به پیش آمدهای سحرگاه و مرگ فکر بکنم. فقط به کلمات و یا خلبر میخوردم و ارتباطی در فکر پیدا نمیشد. اما همین که میخواستم به چیز دیگری فکر بکنم، دوله های تفنگ به طرف من دراز میشد. شاید 20 مرتبه پی در پی مراسم اعدام خودم را برگزار کردم و نیز یک دفعه گمان کردم که به طور قطع این پیش آمد انجام گرفته و یک ثانیه خوابم برد.